ناگاه زمین لرزه شدیدی رخ داد، زیرا فرشته خداوند از آسمان نازل شده به سوی سنگ آمد و آن را به کناری غلطانیده و روی آن نشست. صورت او مثل برق می درخشید و لباسهایش مانند برف سفید بود. از دیدن این مزله نگاهبانان از ترس لرزیدند و مانند مرده زمین افتادند. و صبح زود روز یک شنبه درست بعد از طلوع آفتاب به سر قبر رفتند. وقتی خوب نگاه کردند دیدند که سنگ بزرگ از جلوی قبر به عقب غلطانیده شده است. پس به داخل مقبره رفتند و در آنجا مرد جوانی را دیدند که در طرف راست نشسته و ردای سفید بلندی در برداشت. آنها متحیر ماندند، اما او با آنان گفت: تعجب نکنید، شما عیسی ناصری مصلوب را می جویید. او زنده شده، دیگر در اینجا نیست. نگاه کنید، اینجا جایی است که او را گذاشته بودند. حالا بروید و به شاگردان او همچنین به پتروس بگویید که او پیش از شما به جلیل خواهد رفت و همانطوری که خودش به شما فرموده بود او را در آنجا خواهید دید. و وقتی از سر قبر برگشتند تمام موضوع را به 11 حواری و دیگران گزارش دادند. آن زنها عبارت بودند از مریم مجدلیه، یونا و مریم مادر یعقوب. زنهای دیگر هم که با آنان بودند جریان را به رسولان گفتند، اما موضوع به نظر آنها مهمل و بیمعنی آمد و سخنان آنان را باور نمی کردند. پس پتروس و آن شاگرد دیگر به راه افتادند و به طرف قبر رفتند. هر دو با هم می دویدند، ولی آن شاگرد دیگر از پتروس جلو افتاد و اول به سر قبر رسید. او خم شد و به داخل قبر نگاه کرد. کفن را دید که در آنجا قرار داشت، ولی به داخل قبر نرفت. بعد شمعون پتروس هم رسید و به داخل قبر رفت. او کفن را دید که در آنجا قرار داشت و آن دستمالی که روی سر او بود در کنار کفن نبود، بلکه پیچیده شده و دور از آن در گوشه‌ای گذاشته شده بود. بعد آن شاگردی هم که ابتدا به قبر رسید به داخل رفت، آن را دید و ایمان آورد، زیرا تا آن وقت آنها کلام خدا را نفهمیده بودند که او باید بعد از مرگ دوباره زنده شود. پس آن دو شاگرد به منزل خود برگشتند.